سلام دوستان وقتتون به خیر باشه روز گذشته که یادداشت در رسانه بینالمللی منتشر میشه این یادداشت به قلم مایک پومپو وزیر امور خارجه سابق آمریکا بوده نکاتی رو که در این یادداشت بهش اشاره میکنه رو خیلی جالب هست و یادداشت رو به بهانه یک عملیاتی نوشته که در اون عملیات 19 نظامی آمریکایی جان خودشون رو از دست میدن و نزدیک به 300 نفر کشته میشه این عملیات علیه نیروهای آمریکایی در عربستان بوده فیلم کنم در سال 1996 و آمریکایی‌ها خیلی درگیری میشن که این اقدام توسط چه کسانی رخ داده اولین گزینه‌ای که مطرح می‌کنن ایران بوده بعد تو رسمی اعلام می‌کنن که نه ایران در این قضیه نقشی نداشته و ولی این حادثه رخ داده حالا سالها از این داستان گذشته وزیر خارجه آمریکا به بهونه سالگرد این حادثه یادداشت نوشته این یادداشت در روزنامه والسی جورنال منتشر شده من بخشی از این یادداشت رو برای شما بخونم در اون خوش جالب هست گفته که سالگرد این بمبگذاری باید به ما یادآوری کند که رژیم ایران نقاط ضعف را رصد خواهد کرد و اگر ما آمریکایی ها قوی نشویم ما را تنبیه خواهند کرد دقت چی شد دی دیروز یا پیروز اینا اومدن تعداد زیادی از صفحات و رسانه مقاومت رو حذف کردند. صفات و رسانه‌ای که برای ایالات و متحده به مواد داشتن کار میکنن رو حذف کردن و اعلام کردن که اینها در حال نفوذ در جامعه آمریکا بودن ما اینا رو حذف کردیم و جالب یکی از نیروهای عراقی یکی از چهره مطرح عراقی یک مطلبی رو فرستاده بود دیروز و گفته بود که حذف سایت های ما نشون میده که شما در حوزه میدان به طور کامل بازی رو باختین و حالا به این جمعی رسیدین که باید در حوزه مجازی و حوزه به صلاح سایبری با ما مقابله حالا بخونی اون چیزی که وزیر اون خارجه سابق آمریکا گفته اینا تازه تون رو ترین آمریکایی هستن میگه اگر ما خودمون رو قوی نکنیم دقت کن اگر ما خودمون رو قوی نکنیم ایران ما رو تنبیه خواهد کرد داستان به طور کامل داره عوض میشه یعنی یک ابرقدرتی آن سوی میدان هست ما که دو ابرقدرتی نداشیم نداریم هم همچین یک ابرقدرتی آن سوی میدان هست ابرقدرتی رو هشدار میده میگه اگه قوی نشیم ایران ما رو تنبیه میکنه ادامه‌ی متنشو هم بخونیم گفته که سالگر این بمبگذاری با باید به ما یادآوری کند که رژیم ایران نقاط ضعف را رصد خواهد کرد و اگر آمریکا قوی نباشد ما را تنبیه خواهند کرد هزینه هایی که در نتیجه اقدامات مخرب ایران به آمریکایی ها تحمیل خواهد شد سنگین خواهد بود این چیزی که وزیر خارجه آمریکا گفته به شدت پر توجه قرار گرفته درباره دولت جو بایدن هم گفته که رئیس جمهور جو از رفتار ایران طی 40 سال گذشته هیچ چیز یاد نگرفته است حالا یه سال پیش میاد این چیزی که دارم میگم برای ایران هراسی هست یعنی دارن میگن که جامعه بین المللی مردم خودشون و حاکمیت از ایران به تصنیم یا بخش از واقعیته من برای پاسخ به این سوال مجبورم شما رو ارجاع بدم به یک گزارش سالانه ای که آمریکایی ها هر سال می نویسند در این گزارش سالانه اشاره می به اینکه مهمترین تهدیدات برای آمریکا چیه و خب ما قبلا گزارش پیرامونش به شما ارائه دادیم همه کشورها چنین چیزی رو دارن البته همه کشورها نه همه کشورهای مؤثر خیلی از کشورها که چنین چیزی نداشته میان تهدیدات رو لیست میکنن میگن که این تهدیداتی است که ما احساس میکنیم در آینده پیش رو مهمترین تهدیداتی است که ما رو به چالش خواهد کشید اسرائیل به عنوان یک رژیم این رو داره ایران این رو داره تهدیدات رو لیست میکنه ارائه میدن به مقامات رده بالا آمریکا هم از جمله کشوراتی است که همین رو داره و اونجا معمولا آمریکایی ها سه تا کشور رو به عنوان تهدید اصلی لیست میکنن کشور اول همیشه روسیه بوده کشور دوم معمولا یا چین هست یا ایران و خب رتبه اینها در دوم و سوم جابجا میشه در کنار این تهدیداتی که به عنوان تهدید سالانه ارائه میشه در کنار کشورها میان به یه چیز دیگه هم اشاره میکنن چه چیزهایی ممکنه تهدیدهایی باشه حالا فارغ از بحث کشوری که ما باید باش. مقابله مثلا در حوزه اقتصادی به برخی اقدامات چین اشاره میشه میگن اینا چیزاییه که میتونه برای تهدید باشه ما باید باش مقابله کنیم در حوزه سایبری به به بخشی از اقدامات روسیه اشاره میشه در حوزه نظامی هم به قدرت ایران در منطقه خاورمیانه اشاره شده و این نکته شاید براتون جالب باشه در سال قبل اینا وقتی میخواستن از قدرت و توان ایران صحبت بکنن اشاره میکردن به اینکه ایران در منطقه خاورمیانه از طریق موشکای بالستیکش و یاران منطقیش میتونه ما رو به چالش بکشه خب یه چیز بدیهی هست و همه ما میدونیم این که آمریکا ها نسبت به این قضیه چالش ها و نگرانی های داشتن و دارن ولی امسال یه چیز جدیدی اضافه شده به تهدیدها و اونم بحث پهباد هاست میگن پهباد های ایران چیزی که ممکن هست ما رو به چالش بکشه و باید از بابتش نگران باشیم اینو من اشاره کردم که اون چیزی که یاد داشته می‌بینید ایران نیست اینا واقعا بر این باور هستن که ایران به این جمعندی به این توان رسیده که اگر لازم باشد میتواند اونها رو تنبیه بکنه میتونه عین الاسد اونها رو به شیوهی بزنه که نه پهبات که در آسمان هستن کاری بکنن نه سامانه هاش بتونه کاری انجام بده نه سیستم های پدافندیش کاری بکنن نه اون کسی که در مرکز فرمانده کنترل هست متوجه بشه نه اقدام متقابلی بتونه انجام بده این رو گوشه زتون داشته باشید یک گزارش میخوایم با هم بخونیم قبلش لازم هستین یادداشت رو یه نکته رو هم با هم بررسی بکنیم ماک پومپو در بخشی از این یادداشت میگه که ما در دولت خود اون کارهای انجام دادیم که اون کارها باعث شد بازدارندگی نظامی در قبال ایران انجام بدیم و ایران در حوزه نظامی محدود بشه نتونه اقداماتی رو انجام بده این حرفا از سوی وزیر آمریکا داره در حالی مطرح میشه که ما در شش هفته اخیر شاهد بودیم که سعودی به طور رسمی اعتراف کرده که شکست خورده جنگی یمنه ولی نمیتونه نبرد رو بده چون طبیعتا پیامت هایی داره که قبلا براتون گفتیم و یمن که ضعیف داستان بود در این نبرد الان در طرف مقابل قرار گرفته موثر داستان شده و نکته جالبتر اینجاست همین الان که این آقا این مطلب رو نوشته و تاکید کرده برای اینکه بازدارندگی برای ایران ایجاد کردیم برای ایران که نه یاران ایران هم الان در موقعیت هستن که آمریکا نمیتونه براشون بازدارندگی ایجاد بکنه مثال دقیق اگر بخوام براتون بزنم اتفاقاتی که اخیراً در یمن رخ داده در روزهای اخیر دو پهباد آمریکایی که یکی از اونها سه میلیون دلار قیمتش بوده و یک پهباد رصدی بوده یکی از مهمترین پهبادهای رصدی آمریکا بوده در یمن مورد هدف قرار گرفته سامانهای پاتریوت آمریکا هم که دیگه نکته هست که لازم است من بهش اشاره بکنم و وضعیت پایگاهاشون در عراق پایگاههایی که در اراق بودن برای اینکه امنیت رو تعمین بکنن الان از 6 کیلومتری مورد هدف پهپادها قرار میگیرن خب این وضعیت کشوری است که وزیر خارجه سابقش یادداشت می‌نویسه که ما ایران رو در حوزه نظامی محدود کردیم و ماجری که شما روایت کردم نشون میده که آیا این چیزی که اینها میگن واقعیت هست یا یک بلوف هست که زده میشه برای اینکه در حوزه رسانه‌ای به نوعی مدیریت کننده اسهان مردم خودشون باشن یه نکته رو انتهای این ویدیو میگم بعدش فردا یا پس فردا یه گزارش مفصل درباره اقداماتی که دارن درباره پهپادهای ایران انجام میدن به شما می‌دم که اصلا ببینیم نقش رایشون چیه چطور میخوام با پهبات ما مقابله بکنن چون بعضی از دوستان هم قبلا گزارش شده داریم در روی پهبات های گفتم به نظرتون ما دست در حوزه پهبات ها میتونیم حفظ کنیم به نظرتون ممکن اونها در حوزه پهبات ها بتونن در مقابل ما بازدارندگی ایجاد بکنن قطعا پاسخ مثبته اگر ما بشینیم نظارگر باشیم برای ارتقاء خودمون کاری نکنیم طرف مقابل همین فزاری که الان میبینه داره بهش فکر میکنه که باش مقابله کنه و بالاخره تلاش میکنه یه راهکاری پیدا بکنه دیگه. پس او تلاشایی رو خواهد کرد. راهکارش این هست که ما خودمون رو ارتقا بدیم به شکلی که اون نتونه با ما برسه. برای مثال اینا تمرکزشون برای این بود که در حوزه موشکی با ما مقابله بکنن. به خودشون اومدن دیگه ما از وادی اصلا موشک بالستیک به طور کامل خارج شدیم. اومدیم در واسه پهبادی یک جبهه جدیدی رو گشودیم. حالا در این جبهه هم زمانی که ورود کردن اولا باید موثرتر بشیم، قوی‌تر بشیم. که نتونن به نوعی بازدارندگی داشته باشن در مقابل ما دوم باید یک جبهه جدیدی را بگشاییم جبهه جدیدی که گشوده شده و حالا اجازه بدید درگیر پهپادها بشن یه, مقدار با پهپادهای ما بازی بازی بکنن با پهپادهای یاران ما سرگرم باشن بعد ایران جبهه جدید خودش رو به یاری خدا به زودی برای اینها به طور سریحتر و رسمیتر اعلام خواهد کرد اگر اجازه بدید این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم مفصل تر در این موضوع صحبت خواهیم کرد چند تا از پیام های شما رو میخوام بخونم عمده پیام هایی که دارید میفرستید همچنان در روی دادن ها در خارج از کشور هست اشاره میکنم به چند تا از این پیام ها یکی از دوستان نوشتن که ما هم مثل باقی ایرانیان امسال از تونل وحشت فهاشی ها و تهدیدها و توهین ها گذشتیم تعداد به صلاح ایرانی های بسیار فهاش در اونجا حتی معادل یک صدام مجموع ایرانی های مقیم هم نبود یک جماعتی جمع شده بودند. جیگر خارهای جمع شده بودن برای اینکه تمرکز ایرانی ها رو بگیرن آقا دمتون گرم شما هم که رد شدی از این تونله تونلی که شبیه این تونلی بود که بعسی ایجاد میکردن برای رزمندهای های ما و رزمندهای های ما از اونجا رد میشدن دمتون گرم که از این تونله گذشتین برای اینکه پیام خودتون رو مخابره بکنید پیام بعدی رو می‌خونم نوشتن که با سلام و خداقوت قوت آیت لطفا به هر شکل که میتوانید به هموطن‌های ما که در خارج هستن بگویید وجود شما باعث افتخار ماست از اینجا دست تک تک شما رو می‌بوسیم پیام شما بهشون منتقل میشه خودشون در جریان هستن و ممنونم از اینکه این پیام رو فرستادین بازم کامنت بذارید چون میخونن میبینن انگیزه پیدا میکنن حال دلشون بهتر میشه میفهمن رفقای ارزشمندی رو در داخل ایران دارند یکی دیگه از دوستان نوشته که این در مورد ویدیوی دیروز نوشته ویدیویی که فیلم ایرانی خارج از کشور پخش کردیم که رفتن رای دادن گفته که خداوکیلی به این خانم پروینه زمانی حسودی میشه یه آقای نوشته که خداوکیلی به این خانم پروین زمانی حسودی میشه مرد یعنی پروین زمانی خانم پا... زمانی پاینده باشین ویدیوش ویدیوی جالبی بود خیلی تو اون فضا همه داشتن فاشیم میکردن ایشون خیلی ریلکس وایس داشت توضیح میداد که من به فلان کاندیدا رأی دادم برنامه‌ام اینه حرفم اینه و اصلا فوق‌العاده بود یعنی اصلا به گوش چپش هم نگرفت این جماعتی که اومده بودن تمرکز رو بگیرن ازش فوق بود دمشون گرم این ویدیویی که ساختن همیشون هم بقیه ای ایرانی هایی که اونجا هستن بی‌نظیر بود دمتون گرم خدا بهتون قوت بده پیام بعدی رو می‌خوام نوشی که سلام رفیق دمت گرم خدای شبها که میام وقت میکنم ویدیوهای شما رو میبینم خسته این در میره و این تحلیل های خوب و بدون تعصب و فراجناهی و ملی گرایانه بودن مقدس است مخلصیم تشکر میکنم از پیامتون و ممنونم از پیامهای ارزشمندی که میفرستین و به شدت به ما کمک میکنه بعضی از رفاقام نتونستن رأی بدن مثلا یکیشون نوشته که من ساله در خارج از ایران هستم خیلی دلم میخواست رأی بدم اما امکانش نبود در این شهر صندوق نبود و نزدیکترین جا 300 کیلومتر فاصله داشت راست میگه خیلی جاها امسال ظریف صندوق رو نبرد توضیح دادم قبلا و گفته که اما اگه میتونستم برم رای بدم الان یا زندان بودم یا بیمارستانی هم راست میگه بسیار از ها پیام داده بودن و حتی بعضی از ها گفتن که ما اونجا خودمون رو کنترل کردیم خیلی عصبانی بودیم خودمونم کنترل کردیم چون اونایی که رفتن رای بدن اگه میخواستن پاسخ شما رو بدن اونجا دهن شما سرویس بود جمعتون میکردن که فهمون خیابونا منتها ببین چی گفته خیلی از اینا به من پیام دادن گفتن که ما اونجا اگه کاری میکردیم اگه برخوردی با این بی‌شرفا میکردیم فیلم میگرفتن بعدا میگفتن دنیا نگاه بکنید اینا که حامی ایران هستن چجوری هن؟ حمله میکنن میزنن و این بچه ها به خاطر وطنشون نجابت به خرج دادن به شما بیشرفها چیزی نگفتن و داستان ما با شما هم جمع نمیشه این داستان مفصل هست فیلم کنم وزدات مخاجه ایران هم نباید این داستان رو فراموش بکنه آی رئیسی و کسانی که این کشور مسئولیت میگیرن باید یک راهکار اساسی برای این جماعت حیوان این که دارن مزاحمت ایجاد میکنن برای ایرانی های خارج از وطن برای من و امثال من اگر مزاحمت ایجاد بشه یا برای گروه های از این دست مزاحمت ایجاد بشه بحثی نیست ایرانی که در خارج از وطنش زندگی میکنه نباید این فضا به وجود بیاد بریم پیام بعدی رو بخونیم یکی از دوستان نوشتن که سلام شب بخیر ببخشید که بیموقع مزاحم میشم شرمندم چون شیفته شب هستم و دیدم اگر بموند برای صبح شرمنده شما میشم ببخشید که کم مقداری از باقی مانده حقوق کارگری بعد از پرداخت قصه ها و کنار گذاشتن مخارج دوام و دکتر هست میدونم که خیلی کمه ولی شما بزرگواری خودتون ببخشید و خیر و کم ما رو زیاد حساب بکنید خدا اجرتون بده خیلی مخلصم نمیدونم چی بگم ما رو شرمنده کردین خدا بهتون برکت بده ممنون از رفقایی که حمایت مالی انجام دادن خیلی از دوستان پیام های از این دست دادن من به شدت شرمنده از دوستانی که دارن حمایت میکنن یک دوست دیگه نوشته سلام های در یوتیوب با نام اسمشون رو گفتم من نمیدونم چون دایرکته شاید صلاح ندونه اسمشون رو بگم شما رو دنبال میکنم و لذت میبرم به عنوان طرفدار دکتر محمد هیچ کدام از نقدها نسبت شما رو منصفانه نمیدونم کمک ناقابلی از دستم برآمد و به حسابتان واریز شد ببخشید که کم هست بعد در ادامه نکاتی رو گفتن که حالا اون نکات رو اگر اجازه بدید اینجا خیلی ممنونم لطف کردین ممنون از حمایت هاتون امیدوارم که بتونیم مؤثر باشیم و امیدوارم که بتونیم به کشورمون خدمت بکنیم و امیدوارم که بتونیم در کنار چهره های انقلابی و وطن کشورمون بمونیم کمکشون بکنیم که اینا ارتقا پیدا بکنن در سیاست ایران جایگاه های خوبی پیدا بکنن و اونجا بهتر بتونن به مردم خدمت بکنن دوستان عزیز ویدیو رو همینجا متوقف میکنم این بنر حمایتی ما هست هر ماه به مدت یک هفته بنر رو اینجا قرار میدیم و از طریق این بنر حمایت مالی از شما دریافت میکنیم و درخواستم این هست کمک بکنید حمایت بکنید و حتما 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 اگر میتونید واریز داشته باشید ولو اندک که این عدد ما کمک میکنه کار ما رو پیش میبره و بسیاری از چالش که در حوزه رسانه با شروع رو هستیم رو همین مبالغ و همین حمایت ها برطرف میکنه مخلص همه رفقا وقتتون بخیر